خوردی؟ باشی چونی؟ پیمکمه پیمکم با تو کم خوب جرم خودکشی با چایی میگم با چای سالاد چابکم چابکم جانکم آبوشی همراه همم بیا جانکا میدونم الان همه تون میگید نخون 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 باش 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 خودشو معرفی نکرد هرچی تو میسته تو دونده کرد Double D.
اونجا وگرنه خیلی خیلی آهنگ قشنگی بود و ما همینطور میشستیم به گوش دادن و دیگه خب درود باش یه ذره مؤدب باشیم اونجا قرتی اینجا مؤدب بعدش وحشی بعدش و انواع شخصیت های مختلف از من دیده میشه جمع ازداد. خب بچه ها قبل از این بیدار که شدم ما اول میرم گروه اول میرم سراغ کسایی که اول میرم دنبال مهم ما بعدش میام اینجا اینجا. خب یکی از بچه های گروه میگه که دیشب کفشامونو کفش دو تا کتونیای خیلی خوشگلشو که خیلی هم براش عزیز بودن و اومدن دم راه رو بردن. آخه دختر اول اینو بگم بعد سالادمونو شروع کنیم. خیلی ناراحت بود گفتم که اول اینکه من خیلی بدم میاد که کفشارو بذارم پشت در. دیده یه سری بعضی هم در رعایت نمی کنن دیگه. از اصلا همون کفشا و مهمون جا کفشی هایی که میذارم بیرون بابا راه رو مال همه است چی کفشا رو میذارید بیرون اصلا خیلی بدم میاد مثل این نمیخوام حالا مثلا بگم خیلی وقت اصلا شما میرید تو دهات یه دفعه میرید خیلی بهتر از اصلا چیزش سیستمش ولی خب نذارید بیرون دیگه کفشاتونو حالا چون اونجا جا هست شما باید کفشاتونو بذاری حالا دزد اومده برده این تجربه بشه برای تو سوزان حالا ولی که اصلا دمپایی بیرون گذاشتن خیلی دمپایی کفش اینا بیرون گذاشتن راه رو قشنگی راه رو به هم میزنه قشنگی راه رو به هم میزنه راه رو یه جای عمومیه. خب چون همه میذارن ما نمیذاریم چون همه میزن نه همه این کارو میکنن ول کن همه رو. خب پیام شما من کجا کفشامو میذارم من کفشامو هم دیدید اون روزم که فریدا داشت میمد گفت کفشامو ده گفتم نه بیار تو من میان تو بعد که میان تو کفشامو میگم کفشاتونو بذارید توی چیز بغل جا دارم دیگه براشون یه جای انباری ماننده میگم کفشا رو بذارید اونجا قشنگ چشم ما باید لذت ببره دیگه حالا میری میری کفشا کفشا بچه کفشا ولا جا کفشی این اون اون سالاد بخوریم حالا یعنی شلخته از شلختگی اومدم حرف بزنم سالاده نشون داد خودتم بعضی وقتا اینجوری هستم راست میگم سالاد خب این سالاد ببینیم اسکرین بگیرید حالا هی نیایید بگید که مارکش چیه پارکش چیه چیه دیگه محتواش چیه ول کنید هرچی دارید بریزید توش دیگه هرچی بریزید سالاد دیگه یخچال دارید بریزید توش میشه سالاد همش ابتکار خودمه خب یه خاطره به سوزان گفتم سوزان ناراحت نباش برای کتونی ها چون خیلی کتونی ها تو دوست داشتی دومم برای اون دزده که اومده کف دمپایی کفشای همتون رو برده خب خوشحال باشه راه رو تمیز کرده دیگه راه رو تمیز کرده بچه یه خبرهایی براتون دارم
کلا خبر زیاد. اول یه ذره شکم اول خب چی؟ زود باشم چی؟ براتون حرف بزنم. فعلا شکم ارجعیت داره. برای سوزان گفتم یه خاطره تعریف میکنم. من حدود بچه ها اینا که فوشای بد میده کامنت های بد میدم ولشون کنید، بهشون اهمیت ندید، بذارید همینطور. به هر حال زحمت کشیدم به اندازه یه ویو برای من هستن دیگه، ولشون کنید بذار باشه. اگه دیدیم خیلی دارم مزاحمت ایجاد میکنم موقع یه فکر دیگه میکنیم. فعلا که حالا دارن یه کامنت پر میدم. تلگرامو زیبا جان تلگرامو اینجا تلگرامو بنویسم. باش حالا صبر کن کمی اینو بخورم. او خب من یه مدت با خانواده عربی زندگی میکردم. گفت سیاه دانه سیاه دونه نزد بزن رسمیه دوتا دونه سیاه دونه هم بزن یه دونه هم زیتون بیارم. با خانواده آقای عربی، آقای عربی یکی از حزب اللهیای دانشگاه ما بود که تو حراست کار میکرد. هر که داستانش هم نوشتم که مثلا هر کی مثلا آقای عربی اومد برید جلو نمیدونم فلان رو سر یادتون رو بیارید پایین فلان اینجا این حالت رو داشت. یه جریانی پیش میاد که من با این آقای عربی آشنا میشم و اصلا خیلی جالب میشه، من میرم خونهشون زندگی میکنم. هفت ماه با کسی زندگی میکنم، با یه نفر نه با خانوادهشون. چهار تا بچه داشت، زنش هم که اسمش بهجت بود. هفت ماه با اونا زندگی میکنم، دوره خیلی خوب. خونهشون هم نزدیک حرم بود، از اون خونه های خیلی فقیرانه، خیلی فقیرانه، یعنی حموم نداشتن. بعد نگاه کنید چقدر وای 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 نه دیگه خیلی جوک درست میکنن. بذار یه درش رو کم درست کم کنم. او به سالات که میرسیم بیره میشیم مثلا. آقای عربی یه دوچرخه داشت، 10 ماه هم اجاره خونهشون عقب افتاده بود. 10 ماه هم اجاره خونهشون عقب افتاده بود که من اول نمیدونستم. وقتی فهمیدم تمام پول من پول انترنیم هم همینطور میمد تو حسابم، برش نمیداشتم. گفتم احتیاج ندارم که حالا بذارم تو حساب بمونه. 15,000 تومن بود ماهی. همینطور جمع شده بود رسیده بود 250,000 تومن شده بود آخر. وقتی فهمیدم اجاره خونش رو نداده، حالا من گفتم که بیا، من اصلا حواسم نبود که این پولو دارم، بیا اینو به عنوان اجاره خونه بردار. اول نمیپذیرفت، گفتم حالا بپذیر یه زمانی میدیم. بعد دیگه زمانش هم که رفت دیگه حالا کار ندارم. اما این آقای عربی یه دوچرخه داشت، به جای ماشین و اینا هیچی نمیشه، یه دوچرخه، همه جا با این دوچرخه میرم.
هی میگی بگو بگو اینجوری میشه. زیتون هم بریزم. این آقای چیز اینو بزنم اینجوری مثلا برگاش دیده بشه، ست بشه با برگ و لباس برگه حالا هرچی هست. این دو چرخش واقعا تمام عصای دستش بود دیگه. یه روزی اومد خونه ما بودیم، تو خونه بودیم، یه دفعه دیدیم آقای عربی دو چرخش نیست. گفتیم که آقای عربی دوچرخت کجاست؟ اینقدر این آدم راحت برگشت. گفت دوست برد، احتیاجش بیشتر بود، دوست برد. من یه لحظه نگاه کردم، گفت احتیاجش بیشتر بود، دوست برد. وای طوفان شده، توفان شده. چه خبری برادر؟ چیزه درخت رو داره درخت رو داره اینجوری میکنه. بعد به آقای عربی گفتم، اصلا پیشش احساس کوچیکی کردم، گفتم نگاه کن مثلا من به این میگم فقیر، من میگم 10 ماه اجارش عقب افتاده، من میگم اینو حموم ندارن، اینا چقدر فقیرن. ولی نگاه کن تنها سرمایش که همین دوچرخه بود رفت، چقدر این ثروتمنده. برگشت گفت دزده، احتیاجش بیشتر بود. خیلی جالب بود، اصلا نه ناراحت بشه فلان بشه. گفتم چقدر خوشم من. اینو برای سوزان دارم میگم، کتونیاتو دوز برده. دو تا جنبه مثبت داره کتونیاتو دوز برده. یکی اینکه دوزده خوشحال شده. همون حرف آقای عربی. دوم اینکه راه رو تو دیگه تو دو راه رو کفش نمیذاری. سوم اینکه منم گفتم که برای دو تا کفش تو برده، یکی از کفش کتونیات انتخاب کن، من برات میگیرم چون عضو گروهمون هستی، ناراحت نشی. با یکی از بچه ها میری میگیری، دوست میشی، کلی اتفاقای قشنگ به دنبال همین برات میاد. حالا یه خاطره هم براتون بگم. بابا نخبر ده همه جا... خیلی طوفان شد. چند روز پیش مثل که توی یکی از شهرهای صدا میشنم. باشه دیگه. خب بیایم اینجا، بعد بیایم توی چیز. یه مورد دیگه در مورد یه بارم در مورد یه خاطره برای من پیش من خیلی بامزه بود. انقدیم من داشتم گفتم اینو میام تعریف میکنم به خاطر برای سوزان که ناراحت شده بود تو گروه. این من یه بار داشتم از دانشگاه بیمارستان امام رضای مشهد داشتم میومدم مشهد درس خوندم دیگه. مادر بزرگ من با من زندگی میکرد یه مدتی، حدود 7 ماه مادر بزرگم زندگی میکرد تو خیابون دانشگاه مشهد. من چیز بودم، چقدر این پنیر سیاوش خوبه، در مدل سیاوش هم یه چیز بهتون میگه. زنگ زده دیروز چه اتفاقی افتاده یادم بندازید. اول بذاری پنیرشو بخوری. موسیقی
بیمارستان امام رضا بودم. کتابخونه اونجا درس میخوندم. برای امتحانامو میرفتیم کتابخونه. بعد از اونجا که میمدیم توی بیمارستان یه سنگکی بود. انقدر سنگکاشم خوب بود. از اونجا سنگکو گرفتم اونجا تو دستم. کیفم هم اینجا آویزون. و اینکه سنگک خمیر نشه. همون تو دست دستم آقا بابا اینو بذار زمین دیگه. سنگکی خواستم خمیر نشه همینطور تمام مسیر رو دارم با سنگک میام. الان یادم میفته خندم میگیره. بابا همیشه همیشه اینجوری میابردم سنگک رو خونه. رسیدم دم خونمون طاهری جنوبی خونمون اینجوری بودشم میپیچیدم. مادر بزرگم خونمون طبقه به آلمانی میشه به شما میشه سوم به ما میشه دوم. حالا طبقه سوم. از اونجا داشت نگاه میکرد. زینا داری میای مادم. خاماجان سلام اینجوری دارم با خاماجانم حرف میزنم. زنگکی اینجوری هم کردم. یه دفعه یه موتور سواره از این بغل خونه چیز من که رد شد این کیف منو اینجوری کشید. کیف منو که کشون دستم سنگک. کیف منو اینجوری کشید کیف چیز شد و کیف رو برد. کیف رو مادر بزرگم از اونجا منو میبینه موتور سواره رو دیده. منم سنگک دستم و اینم داره میره. موتور سواره معمولا دو تا موتور سوار با هم هستن برای اینکه یه دزدی بکنن. این یه نفره بود یه نفره داشت میدزدیم. و چون این کیف من رو کشی اینجا اینجوری شد. خب حالا این داره میره. من دارم میگم بابا مواظب باش نیفتی. حالا مواظب باش نیفتی. بعد اینجا مادر بزرگ من دید که من گفتم تو حالا کیف خودم رو ول کردم. میگم حالا مواظب باش اینجوری اینجوری نیفتی. به دزده میگم هیچی. دزده فکر کنم به خاطر این حرفی که من زدم تمام مدارکم رو پس داد. چون فردا کیفم پیدا شد رفتم توی بانک که چه نمیدونم از تو بانک به من زنگ زدن یا چی. بانکی که اونجا یه بانک صادرات اونجا توی خیابون دانشگاه بود. از اونجا زنگ زدن گفتم بیا کیفت پیدا شد. رفتم دیدم که تمام مدارکم توش هست منتها یه چند تا چیز خوشگل توش بود برداشتم. یکی یه سنگ صیقل شده بسیار بسیار با ارزشی بود که یکی از این کسانی که خیلی به من مثلا چیز داشت اینو داده بود که چجوری سنگ انرژی دهنده بود. مثلا خیلی منو دوست داشت اینجا. سفید سفیدم. حالا اگه اون دزده جزء این فالوورای من هست یا این بیننده هست جزء این 2000 خورده هست بابا اون سنگ رو بیار بده. اگه دوست داری ها بعد از چند سال گذشته از اون جنگ سنگ رو بیار بده. یکم این که چیزه با هم دیگه آشنا بشیم آقای دزده. یکیم من توی کتابخونه همیشه من خوابم میبرد چون درس ها رو دوست داشتم خیلی بخونم. به زوری یه مقدارم میخوندم. هر وقت یه ذره میخوندم شلخ خوابم میبرد. شلخ اینجوری خوابم میبرد. میاد که همون روز که خوابم میبرد این گوشواره اینجوری اذیتم میکنه. اینجوری میکنم یکی از این گوشواره ها رو در میارم میندازم تو اون. حالا گوشوارم چی بود؟ مامانم داده بود طلا بود. یه دونه لنگش مونده بود. یه دونه لنگه نصیب این چیز شد دزده شد. هیچی دیگه. حالا الان میگن چقدر پنیر گذاشت. بابا بذارید بذارم دیگه چیزه. نونشم چیه؟ نونشم کلوفته. بذار پنیرشو برای اون خانومه که گفتش که پنیر زیاد میذاره کمش کنم. باشه. آذر ایران هنوز توی شاهین شهر اصفهان آذر بریم. هیچی دیگه. هم گوشواره یه لنگه گوشوارم رفت همون سنگه رفت.
کیف پولم هم برده بود، اما مدارکم و گواهی نامم و با مدارکم و کارت دانشجویی و با نمیدونم کاپ دفترچه بانکم و اینا رو همه رو آورد. مولا تشکر کردیم ازش دیگه، تشکر کردیم. حالا میبینم مادر بزرگ الله بلا بلا اینا چقدر دون بود بعد وای این بسوز بساز هاست نه این هاست مادر بزرگ من الله بلا بلا اینا سن ای یا نمر گفتم ما خامازم اتورونه اتور بله بابا جده انقدر اونو نفرین میکرد یو سن جلتن سن بیدانا دا دانشتو ای وای فیلان الله بلسن نینسن حالا مگه مادر بزرگ من اتورور اونو بعد میگه بیا اونجا وایستاده بهش میگه مواظب باش نیفتی اینه تو شیده اولیده با مادر دادم بابا که پسر دیگه حالا یه پسر جوان اومده فکر کرده حالا یه دیره زده به کجا حالا چه جواهرات یا با این کیف چه پولی رو برده از این نبذاریم بله آره برای خود مادر بزرگم مثلا دلش به حال ما حالا خواستم اینو به سوزان بگم خاطره بامزه به سوز بساز بچه ها دیروز سیاوش حالا داریم پنیرشو میخوریم دیروز زنگ زده چه تشکر برای این استوری بچه نگاه کن نگاه کن چه خوشگله مال هسته های زیتون و اینا رو میندازم توی برای همه اینا مفت دستم اومده ها مهم اینه که شما با همه چیزایی که حتی مردم به عنوان آشغال حسابش میکنن 10-20 تا بود دادم به همه یه دونه بر خودم مونده اونم زیبا به هم بگو چی؟ یه سوالشون با این ثروت پدرت دامادای خوبی گیری شما دامادای برش کن اون سوالو برش کن جواب نمیخوام بدم بذار از چیز کنم صبح منو بخوای آره هر دست هم یه دونه اینجا یه دونه اینجا بگیر سوزون در مورد سیاوش میخواستم بگم سیاو وای خیلی تونده حتی از اینا باید دیگه خیلی نسبه بزنم سیاوش دیروز زنگ زد گفتش که من ازت خیلی ممنونم برای تشکر میکنم برای اینکه شماره منو گذاشتی من خیلی کسایی آشنا شدم دیروز پری روزم یه خانمی
به نام گیتی یا گیتا چقدر با معرفت، چقدر خوب گفتی با من، خواستم بگم که از طریق همین تو و پیجت و چیز با سیاوش آشنا شدم و خواستم تشکر کنم. گفتم باشه دیگه، خوبه دیگه، مرسی که گفتی. حالا اونایی دیگه آشنا میشن نمیگم. یه دفتم سیاوش دیروز زنگ زده میگه زیبا، حالا منم یه زنم دعواش کردم که بابا تو سلام احوال پرسی نکن دیگه، نمیدونم گفتش برای خودت وقت بذار، فلان کن، بهمان کن، پازه بده، پاز بده. بودم با ول کن برو سر اصل مطلب دیگه، زیاد برای من نصیحت نکن، هر سر اصل مطلب حرف اصلی چیه. بعد گفت میخوام ازت تشکر کنم، میخوام برات یه هدیه خیلی ناقابل، خیلی ناقابل، خیلی ناقابل برات بیارم، برای اینکه منو با کسانی آشنا کردی که واقعا خیلی من گفتم چه جالب، چه جالب. گفتم که میاری؟ گفت بعد همین هفته میارم تو این چیز، هدیه خیلی ناقابله، خیلی ناقابل. گفتم حالا چیه بگو ببینیم. گفت 300 یورو میخوام بهت پول بدم هدیه، میذارم توی پاکت به عنوان تشکر. گفتم واو، 300 یورو برای یه استوری که من کردم؟ حالا فکر میکردم الان مثلا چی میشه. از این به بعد ببینید بچه ها، اونایی که من شما راتون رو میذارم یادتون باشه که 300 یورو به من بدید. حالا اگه اومد، هنوز که نرسیده دستم، حالا همون شماره رو که الان دارید میدونم زنگ میزنید نده 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 نده، برید بگید نده، وقت داره منصرف بشه ازش. اتفاقا عمدن به شما گفتم که اگه میخواییم منصرفش کنیم بریم. من که برای پول نکردم، برای دوستی کردم، ولی حالا هر موقع کسی به من هدیه بده میپذیرم. گفت 300 یورو میخوام بدم. گفتم بابا 300 یورو؟ گفت خیلی ناقابله. گفتم نه خیر، شما خیلی هم عالیه، شما بیا بده، ما اینو به همه نشون میدیم و میگیم. حالا خواستم بگم که به ما 300 به علاوه بر پنیرش خامش که اینقدر مونده، برنجش نمیدونم و خیلی چیزای دیگه. و بچه یه دونه چیز بایستید اینجا، من اینو بذارم بیرون. اوغان جرجراخ سن برا نیجر میسن ها؟ گاش چجورم؟ گاش چجورم؟ اوی گاش چجورم؟ هزار پایی بود، چی پایی بود، کجایی بود؟ حالا نمیدونم اصلا بردمش نبردم. سن بردا یه جورا استمیرم اولیرم به لباخه تو رو نمیخوام بکشم که بیا برو. آی 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 آی، روزمره ما اینه دیگه. جرجراخ بچه ها نتونستم، فرار کرده از دست منش رفتش، بخم نخوشمش دیگه. آیا چی بودیه اسمشم نمیدونستم. وسط صبحانه ما مهمان آمد، نونستون دورمی ها چی جلسه دوست بزن. تو همین خونه آقای عربی که زندگی میکرده، اولین روز که رفته بودم، وای من چرا تو ایران از سوسکو حشرات و اینا میترسیده. بیایم حالا یه دونه از این چای میوه یه خوشگل داره به من چشمک میزنه. بیا بالا، بالاسه 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 گیتراخ. خب نا
آها الان رنگ رو ببینید، رنگ رو ببینید. بیا الان یه سری نوتیفیکیشن ها اومد بالا، شماره سیاوش رو میخوام. بابا استوری کردم دیگه، تو کانال هست دیگه، تو کانال جدمون هست. حالا با این خانم آشنا شده، برم با هم دوست بشن و دیگه هر کاری میخوام بکننم با هم. بعد گفتم که بابا ما این چیز بچه های آل هامبورگ هم آشنا شد دیگه، همه با هم دیگه با هم آشنا بشید بابا. اه یه دونه دیگه اینجا دارم بابا، هنوز خیلی نونمون دارم. طوفانه رو به چه در ببندم طوفان. بابا چه خبره امروز؟ اینقدر طوفان درخته رو داره از جاش میکنه. از جاش که نه، ولی خب دیگه خیلی. خب نرو سمیه، نرو سمیه. خب چشم کردید، هر چقدر دوست دارید چشم بکنید. اتفاقا من چشماتون رو دوست دارم، چشم بد، چشم شور، چشم خوب، همه رو دوست دارم، همش خوبه. خب یه ریوخ دو چه کجا اونو کدوم رو بزنم؟ آره بیا اینجا اینجا. خب بله و اما سنجاجت برا سنجاجت بود و خیلی خوشگلی. بیا اینجا باشیم ببینم خانوا. تخم مرغ نمیخوری؟ دیروز تو کوکویی که درست کردم تخم مرغ بود دیگه. من تخم مرغ خیلی کم میخورم، یعنی یه تخم مرغ به احمد میگم، احمد تخم مرغ شونه تخم مرغ که میخری برای من چهار تا دونه بیار. حالا اون یه ذره بعض وقت تقلب میکنه شش تا میذاره، بعد میگه حالا استفاده میشه، ولی همون میمونه که دو هفته طول بکشه. فوزیه کجاست؟ فوزیه حالش خوبه؟ کله پاچه هم خوبه. من نهارشام هم با تو میخورم، خوب میکنم. حالا داشتم اینو میگفتم، این حشره ناشناس که اسمشم بلد نیستم، من تو ایران که بودم از سوسک خیلی بدم میمد، خوشبختانه اینجا سوسک دیگه خیلی کمه. رفته بودم خونه آقای عربی، اولین روز نشسته بودم، سفره‌ام روی میز و اینا که نبود که، رو زمین. شد پیوغله چه دورو؟ دومی اینا نرزه. زیبا ذهن ثروت زای داره. چه جمله قشنگی گفتی، دقیقاً بچه ها. این خوب شد، این خوبه. اینو دقیقاً بچه ها همیشه میگن زیبا ثروت تو از کجاست؟ میگم از فکرمه، از ایده هامه. شما نگاه کنید، من از تمام هدایایی که برای من میارن، مثلا فرض کنید همون روزی که ما مهمان شیرین بودیم، دقت کنی یه فسنجون به اون خوشمزگی، غذا، سالاد، اتمسفر خیلی خوب، واقعا خیلی چیز، همه رو انجام دادم، همش برای من 10 یورو از اون 35 یورویی که چیز داده بود خرج شد. 35 دلار یورو این خانم هم. چون برنجشو گوشتش احمد بود، برنجشو فکر کنم مال حبیب، ربنارش نمیدونم مال کی بود،
هم گفتم رو بنارم استفاده کنیم. بعدش دیگه هر چیزی که شما نگاه کنی، آها پیازش، پیاز سیاوش آورده بود، نمیتونم. خب من از همون استفاده کردم. بعد کسی میخواد برای من هدیه بیاره، خودم تعیین میکنم کلی از نیازها با همون هدیه، به جای اینکه اتاقم کمدام جمع بشه از هدایای الکی پلکی. اون میگم بابا مثلا روغن زیتون خیلی برای من مهمه، من خیلی روغن زیتون دوست دارم. یه بار یکی گفت چی بیارم مثلا شیرینی، اینو گفتم نه آقا خانم یا فلا، برای من روغن زیتون بیار، روغن زیتون علا. هفت دویرو خیلی رفته بود دیگه. یکی هم بابا گفت وای چه چیز خوبی انتخاب کرد، گفتم روغن زیتون بیار دیگه. من روغن زیتونی که میخرم 3-4 اویرویست، حالا تو میخوای خیلی لطف کنی برای من، خب از اون دیگه خیلی آلاشو بگیر دیگه، 7 اویرو 8 اویرو و دیگه خیلی هم حتی هستش روغن زیتون. اونجوری میشه طرف میگه خب حالا اگه برای من شیرینی میآورد، نمیدونم شکلات میآورد، میذاشتم شکلات های نمیدونم تاریخ گذشته که براش یکی آورده. بعد ستاره برگشت اینجور که زیبا ما میخواییم یه هدیه بیاریم. خب گفتش البته اون لباسا و کاپشنا و این مهم نیست از صلیب سرخ آورد، مهم اینه که به من فکر کرد. حالا من همه از اونا رو برداشتم، دوتاش استفاده کرد، دوتاش قشنگ بود، دیدم که اصلا اون بولی سفیده، ستاش بقیه رو قشنگ درست کردم، رفتم پایین گذاشتم برای با یه کارت با یه کاغذ روش. خب اینا چیه؟ ذهن ثروتزای دیگه. 5 بسته تا حالا 5 بسته 20 کیلویی سمیرا برای من هدیه فرستاده. 20 کیلویی هدیه چی؟ وسایلی که تو خونش بوده. اولین دفعه 2 روز من اصلا گریم در اومده بود از بس که این وسایل بوش نمیرفت از خونه. دفعه دوم گفت زیبا دیگه من برای اینکه تو اذیت شده بودی تمام 2-3 روز گذاشتم تو بالکن، همه وسایل نو ولی چی؟ تو انبار مونده. وسایل خوب ولی بو گرفته. گفتم برای من بفرست. دوباره شم گفتم وای چه پیوله. بسوز بسازش دیگه، خیلی بسوز بسازم. دوبارش بهش گفتم همینطوری هدیه نده، خودم پیشنهاد کردم، گفتم از قرضت کم کن. حالا اومدم اونا رو چیکار کردم؟ کلی باعث شد دوست و آشنا پیدا کنم با اونا. هرکی میمد ببره اونا رو، خب یه چیزی هم اون میآورد، اونا که من لازم نداشتم. و اتفاقای جالبی که تو این رابطه ها افتاد برای من خیلی مهم بود. من چقدر میخوام بخورم؟ الان من بعضا هی باید الان با احمد حرف میزدم، هی باید بگم احمد صبر کن بذار یخچالم خالی بشه، صبر کن بذار مثلا کمدم خالی بشه، صبر کن. اون یکی به سیاوش بودم، سیاوش هیچی نه، حبیب گفتم فرد نوم شیرمال نه دیگه. فوزی هم اگه بود با گاری هر هفته برای من چیز می آورد، حالا خوبه یه ذره قر کرده، خوبه. آرامش بعد از طوفان. اینو بخورم یا اینو بخورم؟ تو رو میخورم. آره دیگه با گاری، ما میگیم گاری دیگه، کاره یعنی گاری، گاری میگن دیگه، گاری میگن، آره دیگه، کاره یعنی هنکاف. از این کیفای چیزایی که میکشم
گاری های کوچولوی دستی مخصوص خرید. انکافس واگن. واگن. حالا واگن میگن آلمانی و واگن. مثل اینکه مثلا قطار واگن. واگن میگن اینا. اوکی خوبه. لقمه خوبی بود. حالا لقمه آخر رو پنیر برو و یکم خام تو بیار. قیماخ. حالا همه تون برید با سیاوش دوست بشید. با همه دوست بشید. حبیبم هست دیگه، برید با اونم دوست بشید. اینا بیاد از من تشکر کنم. روزی با مرسی. یه لبه دیگه که هزار رو ایراغ بود. Why not? نگاه اتفاقا خیلی جالبه. خیلی جالبه. درست بعد از اینکه ویدیو مسیجایی که بعد برای مهدی دادم، درست بعد از اینکه ویدیو مسیج مهدی دادم، گفتم مهدی من تا 20 میلیون برای مسئله پرونده تو حل بشه و 10 سالی پرونده دادگاهی داری که نمیدونم یه چکی امضا کرده فلان اینا براش حل بشه، تا 20 میلیون حاضرم حمایتت کنم. تا اینو گفتم این اومد گفتش که 300 یورو میخوام بهت بدم. گفتم همه چی آرومه، من دارو دیم دام دام، همه چی آرومه. چقدر قشن همه چی بسن. حالا همین کار میکنم، هم پولش میاد هم به اسم منم تمام میشه. حالا همه فکر کنم من دادم. اینجوری دیگه سیاست مداری. اینجوری همینطور میرسه همیشه. حتی اون زمان که بابا منو به خاطر ازدواج با جمال بایکوت کامل کردم، خاطر اینکه زینب شده بودم. ای چقدر خوشگله بچه ها، چقدر اسکرین بگیر نگاه کنه. ست شد با این برگای چی، این استکان، چی استکان که نه، ماگ، پاگ، چاک، هرچی که شما میگید. علکی بلکی همه چی اینقدر قشنگ ست میشه که اصلا خودمونم میمونیم تو دیزاینم. اون موقع هم که اصلا برای 100 تا تک تومانی اصلا من نمیدونم چجوری هم میشه به من میرسید. اصلا من یه زن خوشبختم تو هر شهر. تو زندانش هم خوشبخت بودم، باور کنید. ببینیم 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 عشق بازی با مربای حبیب. حالا یه سری هی میگفت بودم خواه زیبا از کجا اینا رو میاری، از کجا میاد این پولا، از کجا میاد. یه سری دوست خودم اون زمان دوست من بود، الان که دیگه دوست من بود، اون دوست من گفت نه با محاسبات ما نمیخوره، تو جاسوسی. گفتم باشه چه خوب.
امیدوارم به عنوان جاسوسی هم به من پول بدم. بهشون نگفتم جاسوس نیستم. انقدر گفتم جاسوس جاسوس، یه روزی تو پلیس صدام کرده بودم، گفتم میگن شما تو جاسوسی، شما جاسوسی، خودش هم خنده‌اش گرفته بود. خیلی خنده دارم پلیس چیزیه، انقدر پلیس برای این چیزای خنده دار به اتفاقات پروتکل های خنده دار توی پلیس داریم، انقدر خنده دار. گلوشینم من اونجوری اونجوری تو بیا اینجوری بخورم با چشم. بچه ها موقعی که روز دوشنبه ستاره و محمد اینجا بودن، یه عکس گذاشتم تو عکسامون، عکس خیلی خوشم بود. گفتم بچه ها گفتن چه این عکس رو میگیری؟ گفتم من کار دارم با این عکس. عکسی بود که بشقاب هر ستامون خالی خالی، یعنی این دوتا بشقاباشون هم مثل من شده بود، بشقابایی که من همیشه. بعد من باید از این عکس بگیرم، هرچند یه ذره از غذامون مونده بود، اونم فردا من خوردم، نهار فردام شد، ولی انقدر بشقابا قشنگ خالی شده بود که گفتم عکس گرفتم. دقت کنید اینا برید اون بر، برید توی تو اون برید شنا کنید. سالاده چقدر موند؟ من وحشیانه انقدر سالاد، چقدر سالاد موند؟ هم نداره. خب بیایم اینجا. خرجت رو چه رحمت میده؟ خب باید از خودش بپرسی چرا اینا رو میخرم؟ بپرسید. سوال جالبی هم. بپرسید چرا احمد زنگ میزنی بعدش میای و اینقدر بارای سنگین رو بر میداری و میایی؟ چرا؟ 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 این چراشو پیدا کنید یک قدم به شناخت زیبا نوک نزدیک میشید. خب خودت بگو. خب نه. آفرین. بعضی چیزا دریافتنیست. دریافتنیست. باید به یکی از بچه ها بود ستاره از هانوفر اومده بود. یه شب هم موند. اون موقع خونه احمد موند. بعد منو با فوزی اینجا موندیم. گفتم باید میبایم اون خونه احمد. اونجا تخت هست فلان. چون تازه اینجا دو روز بود اسباب کشی کرده بودم. بعد فرداش قرار بود صبحانه، یعنی بیان اینجا صبحانه رو که خونه خود احمد خودم بیان اینجا. بعد که داشت میمد احمد گفتش که با هم بریم این وسایل هم من برای زیبا میبرم. ستاره گفت من بهت کمک میکنم. این ستاره نه، ستاره ای که از هانوفر اومده بود، ستاره نمیدونم چی حالا دیگه هانوفری. خب اگه بچه ها میدونن تو جریان، الان منو بلاک کرد به خاطر مسائلی که به دنبال مصاحبهش با من براش پیش اومد. حالا مصاحبه رو اومدی با من کردی و گفتی من نمیدونم فلان، بعدا ما بلاک میشیم، اشکال نداره، برای ما این مسئله عادیه. حالا هیچی، وقتی اومدن اینجا بعد احمد گفت زیبا ستاره به من خیلی کمک کرد. گفتم چه کمک کرد؟ گفت این بارا رو برداشت، دو تایی کشیدم اومدم. بعد دم این یخچاله بود یه دفعه برگشت گفت من حالا میفهمم چرا چیز میگم احمد این کارو برات میکنه. گفتم اگه بفهمی که خیلی قدم بزرگی در دریافت برداشتی. اگر بفهمی دنیای ورای این معاملات مادی، دنیای ورای این حساب کتاب های
مادی، مادی، مادیات خیلی خوبه ها، اما ورای این هم وجود داره و اون ورا رو من نمیتونم برای شما صرفا با کلام بگم، باید حسش کنید. خب بریم، لازم نیست بفهمیدم، شما همینطور به فوشاتون ادامه بدید، به تحلیلاتون، به پروفسور بازیاتون ادامه بدید و ما هم دیگه با این کردی باشی چونی باشی چونی بونی چونی چونی باشی باشی جانکم جانکم بجاکم بجاکم بجاکم. خیلی زبان کردی قشنگه، بعد خیلی هم لهجه قشنگی دارم. مرسی شری، برید از شری بپرسید، برید از اصل بپرسید، برید از بیژن بپرسید، برید از رویا نجات بپرسید، برید از سمیرا بپرسید، بودم دیکم برید از پسی بپرسید، ساده و اندیتر پیم کمه پیم کمک با تو که او خوب جوانی جوانی جوان کنم پر پرنده تو دم از دو باوشت پیدر نیمونت او Come, Java, come, Java, come.